اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. سرخم سرخم چنان که آتش، زردی چنان که مرگ. بیدار ماندم در این هزار ساله غربت، در سالهای سروری تو معنای مرگ را میمانی با داس و خنجرت. یک بند اشک میریزی کان شمر مست پست بدندیش در رید چون گلوی حسینت را. در سالهای مرگ در ریده گلوی هزاران حسین و زینب را، کین ملک جاودان اهورایی خونین تر از صحرای کربلاست. سرخم سرخم بر آتش شکفته اجدادی پرواز میکنم، زردی تو زرد، حتی عمامه سیاه و سپیدت زرد است. علیرضا نوریزاده، دوشنبه 13 ماه مارس، 23 اسفند، یک هفته دیگه مونده به نوروز، به نوروز جاودانه، نوروزی که توی روستای باغستان در ازبکستان با بهروز آفاق اشک ریختیم، وقتی بچه‌هایی که 80 سال پیوندی نداشتن آمدن ما گلهای خندانیم فرزندان ایرانیم را خواندن. حالا آقایون یه دفعه ملیت کوروش بزرگ نتانیاهو آخه قربونت برم، این زرگر در اندازه گرفتن وقاحت کم میاره، هر چی متر شده راز میکنه باز متر کوچیک که کم میاره. دیروز سر مزار کوروش با مردم چه کردین؟ رفتین شهید گمنام دفن بکنید که اسم مزار کوروش از یونسکو بیاد بیرون بشه قبرستان؟ اون مزار یعنی هزاران سال زندگی، یعنی تاریخ، یعنی حضرت فردوسی، یعنی آزاد کردن قوم یهود، یعنی منشور حقوق بشر رو نوشتن. اون شهدا هم برای وطنشون کشته شدن، اما جاشون اونجا نیست. شما که اینقدر چپ و راست بهشت زینب و سقرا و رقیه و چپ و راست همه جور دارید، اونجا دفن کنید. به مزار کوروش توهین نکنید، به پرسپولیس توهین نکنید. یه دفعه دیدم آقای علی لاریجانی، تو که پریروز کنفرانس حمایت انتفاضه، دعم الانتفاضه برقرار شد در تهران، سینه میزدی فلسطین فلسطین میکردی، یه دفعه حالا آره نتانیاهو رو ماها باید تو دهنش بزنیم، چون یه عمر کوروش رو بر تخم چشم گذاشتیم، یه عمر حضرت فردوسی رو در برابرش سرخم کردیم، یه عمر ابوالفضل بیهقی رو معلم خود دونستیم. ما حق داریم، شما حق ندارید، شما اصلا حق ندارید. این دکونه تو تخته کنید، دنبال این که بخواید مصادره به مطلوب بکنید، اینجا یقتون رو میگیریم، نمیذاریم.
پسران و دختران ایرانی نمیذارن. آقای ظریف دلشون سوخته. خوب حالا ظریف شاید یه خود آثار ملیت و ملیگرایی توش باشه، ای آقای لاریجانی، علی آقا کار خودتو بکن قربونه، ماست خودتو بخور، بشین حالا فکر کن ریاست جمهوری که داری تدارک میبینی دنبال اون برو. چی کار به کوروش داری؟ ناتانیاهو یه لغوی گفت مثل همه لغویاتش، صبح تا شب داره لغو میگه. آدمی اگر یک ذره درایت و شعور داشت با ملت فلسطین این کار رو نمیکرد، روز به روز شکم حماس رو گنده تر نمیکرد، روز به روز جهاد اسلامی و تیره احمدی نژاد رو گنده نمیکرد. متا پوپولیسم و وقاحت اینا چیزایی است که خدا به وفور با آقای لیبرمن، ناتانیاهو، احمدی نژاد، احمد خاتمی، احمد جنتی به همه اینا داده به وفور. من وقتی این نوار احمدی نژاد رو نگاه میکردم میگفتم خدایا انسان چقدر باید نزد وجدان خودش بی خیال باشه که بشه این حرفا رو بزن. ما خزانه پر دادیم، ما 107 هزار میلیارد خرج کردیم، اینا 147 هزار میلیارد. مرد 8 سال پول مملکت چه شد؟ کدوم پروژه رو اجرا کردی؟ کشمش خریدی پولش رو دادی؟ کار مهم میکردی؟ 100 میلیون پول کشمش دادی؟ 1000 میلیارد بردی؟ و با وقاحت. و آقای خامنه‌ای جلوشو نمیگیره، بعد به دولت میگه مبالغه نکن. چه مبالغه‌ای کرد؟ بدبختانه من چیکار، من این طیب نیا رو میبینم واقعا دلم براش میسوزه. یه کارشناس، یه آدم محقق، یه آدم صادق و یه آدم وطن پرست، دست و بالشو گشتین توی سیمان نه پوست گردو، و یه توفه آرادان میاد این حرفا رو میزنه. آخه یه مقدار آدم نمیدونم از چیزی به نام شرم و حضور اینا حرف نزد. زوبا هم برنده شد، چه خوشحال شدم. بنیادکار ازبکستان رو دوتا هم پنالتی زد، باریکلا، آفرین. منتظرم هر لحظه این آقا رضای ما قرار خبر استقلال و لوکوموتیو ازبکستان رو به ما بده، ببینیم استقلال شادمون میکنه. امروز حتما شادمون میکنه. بله خب، کلی امروز مطلب داریم که باید. بانوی عزیز گفته بودی توی دنبال کاغذات میگردی، یه دوست دیگه هم گفته بود یه کامپیوتر بذار جلو. ببین عزیزم برات میگم، در اتاق استودیو حالا داریم درستش میکنیم، اینترنت ما دقیقه به دقیقه قطع میشه اینجا، من اگر بذارم جلوم قطع میشه، در نتیجه ناچارم این نکات مهم رو یادداشت میکنم یا پرینت میگیرم میارم اینجا. اینو بر ما ببخشید. تا همین روزا علاوه بر خطهای مختلفی که داریم، یه خط کابلی خیلی بزرگم گرفتیم که نصب شده، حالا باید وصل بشه، این مشکل نخواهد داشت. مخلص شما هستم، هر چی شما بفرمایید بنده انجام میدم. یه حرف حسین مرعشی زده بود، این آقای حسین مرعشی رو بعضیا اشتباه میگیرن با برادر همسر آقای هاشمی رفسنجانی. برادر همسر ایشون هم همین نام رو داره، منتها سردفتره و در با پدر منم دوست بود، محضرش هم در میدان ونک. این آقای حسین مرعشی پسر عموی خانم ایشونه، حسین آقایی که معاون رئیس جمهور بود و منطقه آزاد کرمان و شرکت ماهان و غیره. یه جمله گفته تا وقتی سیاست و سیاست ورزی در ایران زنده است، آقای هاشمی هم زنده است. خدا شاهده طرفداران قوام سلطنه تا هم شرفی نزدن، طرفداران دکتر مصدق هم چیزی نگفتن. آقا کوتاه بیاین، وقتی هاشمی رو با خاتمی مقایسه میکنی، احمد خاتمی، نمره هاشمی مثلا 10، نمره اون زیر صفره، ولی هاشمی رو با خاتمی محمد که مقایسه میکنی، خب یه خورده منصف باشیم. حتی در جمع خودتون، نه در جمع ما غریبه ها، ما غیر خودی ها، یا به قول مهدی خانبابای ترانی عزیزم، درود مهدی جان، عید بر تو و پروین جان و دختر عزیزتون مبارک. مهدی میگفت خب ما که تکلیف معلومه، اونا خودی هستن، ما ها غیر خودی هستیم. جالبترین چیزی نخودیان، اینا که تو آمریکا زندگی میکنن اما همینجوری دلشوره دارن برای اینکه مثلا آقای
روحانی مثلا انتخابات چند تا رأی میاره، میرن تو صف سفارت هم وامیستن رأی میدن. گفت این نخودی ها خیلی جالبه، اونا هم به بازیشون نمیگیرم. یه وقت رئیس نانای عزیز که تنش به ناز طبیبان نیازمند، من با تفلک حالم نداره، مقاله نوشته بود در باب همین درگیری های دو گروه و سه گروه و اینا، صداش زده بودن. بودم برو آقا انتقادات رو بکن به سیاست خارجی، انتقادات رو به ما بکن، ولی ما اجازه نمیدیم وارد بازی ما بشی، از یه گروه به نفع دیگری به ضرر دیگری مایه بگذاری. امروز اومدم تو استودیو خیلی متاثر شدم، علی معلم درگذشت. علی معلم هیچ چیز شبیه اینا نبود. اولا یک قیافه بسیار مطبوعی داشت، خیلی خوش لباس بود، خیلی خوش بیان بود، شعر خوب میگفت، برنامه عالی اجرا میکرد، مجله سینمایی داشت، با سینماگرا ارتباط داشت و هرچی سینماگرا حالشون از فراستی به هم میخوره به دیدن این شادمان میشدن. و خیلی متاثر شده این آخری ها رگه های عصبانیت رو میدیدم. تصویر علی معلم رو ببینیم، این رگه های ناراحتیش رو، من رگه های ناراحتیش رو توی برنامه هایی که بود حس میکردم، اذیتش میکردن. یه روز توی برنامه دعوتش بعد نشسته بود راجع به ادبیات و شعر و سینما و نقاشی و مسائل فرهنگی صحبت میکرد، بعد گوینده یک سوالی ازش کرد که من گفتم الان معلم پا میشه سرشو به دیوار میزنه از نادانی این مردک، از این آدمی که با این نادانی نشوندنش اونجا که برنامه جنگ ادبی اجرا کنه. بسیار متاسفم، بسیار افسرده شدم که یه همچین آدم نازنینی باید بره، اون وقت یه کسایی بمونن مثل احمد جنتی که آدم واقعا هر بار میبینتش صدای انکرالاصوات، اون قیافه، اون نوع نگرش، اون نوع فکر. و ویدا حاجبی هم درگذشت، ویدا خانم که گرفتن زندان انداختنش آزارش دادن. بله علی معلم بله. چقدر شیک، خیلی شیک تو جمهوری زشت ها و بد لباس ها خیلی مرتب به خودش میرسید. ویدا هم رفت، یک محقق، یک نویسنده، یک کارشناس، یک چپ انسان، اونیز خاموش شد. هر کدوم از این ستاره ها که خاموش میشن دل من به درد میاد، چون جایگزین ندارن، نمیبینم جایگزینشون. حالا اجازه بدید قبل از اینکه بریم تو بحثای بسیار سنگین امروز سری بزنیم به تهران. از دوست و همکار بسیار خوبم سپاسگزارم، رفت امامزاده صالح، رفت بازارچه رو رفت، خیابونا رو دید، حاجی فیروز رو دید و یه سری برای ما فیلم های کوتاه فرستاده. نگاه کنیم با هم. قشنگ ها این منظره، چقدر دلم تنگ شده. آقا بطلب بازار، صدام بزن. تو همون امامزاده صالح احمد برادرم هم خفته در ایوانش، اون طرف آرامگاه سپهدار تونکابونی است و تو صحنم آرامگاه احمد برادرم. سبزه ها رستن، باور کنید تا سبزه هست، تا عید هست، تا نوروز، تا چهارشنبه سوری، تا حاجی فیروز، تا پریدن از روی آتش، رژیم جهل و جور و فساد نمیتونه ما رو تسخیر کنه، نمیتونه سرزمینمون رو در اشغال دائم نگاه داره. حرکت جنب و جوشه، مردم حال پولم ندارن ولی به هر حال نمیذارن نوروز بهشون بد بگذره. به هر صورتی شده سفره رنگین خواهد شد.
قشنگی ماهی ها، ماهی ها. باقالا چیه؟ سبزی پلو و ماهی رو به راه، سماق و سنجد و سمنو و سکه و سیر و سبزی و سیب. عجب قشنگی. سیب دندان زده از دست تو افتاد به خاک. یاد حمید مصدق به خیر و اون شعرهای قشنگ. تو به من خندیدی و ندانستی من به چه دلهره از باغچه همسایه سیب را چیدم. باری بریم سر مسائلی که به اعتقاد من زودتر باید گفت. من روز یک شنبه تو برنامه شما و ایران فردا به نازنین یار و رفیق و دوستم همکارم سخاوت علیزاده اشاره کردم که ما رو تنها گذاشت. بعد از 14 بیشتر نوروز رو بی سخاوت برگزار میکنه. انسانی بود واقعا سخاوت روح داشت. بسیار آدم نازنینی بود. روح زیباتو میبوسم سخاوت. دلم برات تنگ میشه. اما در این چند روزه‌ای که دوستان مشغول تدارک انتخابات هستن، یک بازی پس پرده برای من عنوان شد. امیدوارم با عنوان کردنش این بازی رو خاتمه بدیم. به معنای دیگر این بازی اصلا وارد مرحله اجرایی نشه. کسایی که همسن و سال منن، یک کمی کوچکتر یا بزرگتر، اول انقلاب یادشونه. جوان باریک لاغر اندامی که در پس پشت حاج حبیب مؤتلفه همیشه پنهان بود. جوانی که لباس چون فروهر می پوشید. نوعی کاپشن چینی، نه امریکایی که مد بود. همونجور که زندیات فروهر می پوشید. اما بین اندیشه مؤتلف زده او و اندیشه ایران خواه و ایران پرست داریوش فروهر خیلی فاصله بود. این جوان چیز جالبی بود. سبلت می رفت و می شست و لحیت می گذاشت. چون او را می دیدی به یاد هموطنان ترکمن می افتادی. شایع بسیار بود که این آقا اهل سنت است. چون شیعه ای ندیده بودیم حتی از جماعت اینها که چنین قیافه ای، البته حالا پیر شده، اون وقت جوان. اسم این آقا بود آقا مصطفی میرسلیم. ناگهان ظهور کرد. حالا جزء طلبه های مسلمان بود، دانشجویان مسلمان. آمد و همون اول رابطه ای برقرار کرد، از یک سو با آقای ابوالحسن بنی صدر و از سوی دیگر با آیت الله سید علی خامنه ای، حجت الاسلام آن روز. این آقای اسد مصطفی خان حراف خوبی بود، خوب حرف میزد، میمد تو تلویزیون، بلد بود از کاه کوه بسازه. حاج حبیب مؤتلف هم خیلی بهش اعتقاد داشت، خیلی زیاد. در جلساتی که میگرفتن یه سخنران او بود، یکی علی اکبر ولایتی. و جالبه هر دوی اینها از مریدان آقای خامنه ای بود. شما می دونستید که آقای علی اکبر خان طبیب حضور ولایتی هم از نعمات حاج حبیب مؤتلفه برخوردار شده. باری آقای بنی صدر خواست ایشون رو نخست وزیر کنه. حزب جمهوری اسلامی جلوش ایستاد. شکوه و شکایت به آقا بردن که آقای سنیه، ریختشو میبینی؟ آقای خمینی هم که ماشاءالله دهنبین بچه دو ساله. نه نه میرسلیم نمیخوایم. کیو بیاریم؟ رجایی بیاریم. خیلو. رفتن رجایی رو آوردن، جون به لب بنی صدر کش کردن. چون رجایی بیچاره آدم خوبی بود. ولی مدیر مدرسه باشه، مدیر دبیرستان باشه طفلک. آخه نخست وزیری ایران بابا بورکینافاسو که نیست. اونجوری کردن که بعد سقوطمون به احمدی نژاد رسید. رجایی بسیار آدم خوبی بود.
آدم پاک. ولی خب رجایی رو میکردین حد اکثر مدیر مجتمع آموزشی مثلا حضرت زینب، نخست وزیر مملکت. بالاخره درگیری شدید شد و آقای دکتر بهشتی زیرا به بنی صدر رو زد و بنی صدر هم کوتاه نمی اومد و رأی عدم اعتماد و عزل و افتادن به جون یاران بنی صدر. بهزادی رو اعدام کردن، یه عده دیگر رو گرفتن، تکمیل همایون فرار کرد، بعد قزنفرپور بیچاره به زندان افتاد، زندگیش از هم پاشید و نمونه های متعدد دیگه، بلاهایی که به سر اینا بود. آقای خامنه ای چون میدونست میر سلیم دم تیغه، برای اینکه جلو چشم نباشه حکم مشاورت استانداری ارومیه رو برایش زدن، او رو از تهران دور کردن. میر سلیم رفت ارومیه، در اونجا نشست و آرام رام تا آقای خامنه ای شد رئیس جمهوری. وقتی آقای خامنه ای رئیس جمهوری شد، دو گزینه برای نخست وزیری داشت: میرزا علی اکبر خان طبیب حضور ولایتی و آسد مصطفی میر سلیم. مؤتلف تمام قدرتش رو گذاشت پشت آقای خامنه ای، امکانات همه رو در اختیار آقا گذاشت، به اعضاش دستور داد به شدت از آقای خامنه ای حمایت کنن، چون گفت هر کدوم از اینا نخست وزیر بشن آدمای منه. حاج حبیب هم رئیس اتاق بازرگانی چین رو، رئیس اتاق بازرگانی و اخویشون اسدالله خان همینجور، و بادامچیان هم یار قارشون دوباره همینجور، و ترقی و اینا هم همه بودن. تو این گیرودار هم مجلس با ولایتی مخالفت کرد و هم با آسد مصطفی، و پا رو توی کفش کردن که آقای میرحسین موسوی نخست وزیر بشه. میرحسین قوم و خویش آقای خامنه ایست. آقای خامنه ای وقتی تهران می اومدن بیشتر اوقات در منزل پدری میرحسین موسوی بیتوته می کردن، اونجا بودن. اما از نظر باورها و فرهنگ و با هم در تعارض مطلق بودن. آقای مهندس موسوی چپ بود، خیلی انقلابی بود. آقای خامنه ای نه چپ نبود، میانه بود و خیلی هم انقلابی نبود. در نتیجه این تعارض باعث شد اینا با هم نتونن کار بکنن، درگیر شد، دائم درگیری بود. و آقای خمینی مثل اون وقتی آقای خامنه ای از احمدی نژاد در برابر خاتمی و رفسنجانی حمایت میکرد، آقای خمینی هم از مهندس موسوی حمایت میکرد و حتی با آقای خامنه ای چندین نوبت درگیر شد، چون به هر حال آقای خمینی بعداً سوابق آقای خامنه ای رو آگاه شد ازش، فهمید که از این ملا مرتجی ها نیست، اهل کتاب شعر فروغ میخونه، نمیدونم اخوان رفیقشه، اینا رفتن بهش گفتن. اینه که خب با همه اونم زمانی بود آقای خامنه ای مثلا دوروبرش نگاه میکردی توی ریاست جمهوری، 7-8 تا آدم حسابی دورش بودن. موسوی گرمارودی مشاور فرهنگیش بود و مشاور از موسیقی دانا داشت، به موسیقی دانا گفت درجهشون رو معادل دکترا بشناسن، سینماگرار رو نواخت، یعنی از این کارا کرد تو دوران ریاست جمهوری. آتش به جان شمع فدت که این بلا نواد، این عبای ولایت بود. باری آقای مصطفی میر سلیم این وسط نخست وزیر نشد، معاونت وزارت و این برو بعدم اینجا بره اونجا بره، تا اینکه آقای خمینی سایهشون رو از سر ما کم کرد و آقای خمینی در جایگاه رهبر نشست. همون اوان ایشون یه شورای مشاوران درست کرد که مصطفی در اونجا بود، میرزا علی اکبر خان طبیب حضور همونجا بود، غلام علی حداد عادل همونجا بود، و این شورا شد حکومت مخفی رهبر، حکومت ذل، حکومت سایه. یه روزم نگاه کردن به آقا مصطفی، پاشو برو وزارت ارشاد. سیاه‌ترین دوران سانسور، سرکوبی آل قلم، شکستن قلم ها، نابود کردن سینما و تئاتر، موسیقی و فرهنگ و نقاشی،
در دوران میر سلیم بود. یعنی جالبه بهتون بگم با چراغ دنبال مهاجرین نمیگشتن چون میدونستن نمیتونن اونو پیداش نمیکنن. حتی دنبال الویری نمیگشتن، دنبال لاریجانی میگشتن. ببین اوضاع چقدر خراب بود که میگفتن لاریجانی. آقا مصطفی خدمات رو در اونجا کرد، به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد، در مشاوران علاق قرار گرفت. برای چی در آب نمک خامونده شده بود؟ درنگ کوتاهی میکنیم باز میگردیم بهتون میگم برای چی آقا مصطفی رو در آب نمک خامونده بودن. این آهنگی که گوش میکنید از اون آهنگای نوروزی همیشگیست جاودان است که خانم ماندانا خزرایی خونده. آهنگ رو پرویز یا حقی عزیزم او آهنگ رو نوشته و نواب صفا شعرش رو گفته. گوش میکنیم با هم. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آز رو برپا شد. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آز نو برپا شد. نوروز آمد، نوروز آمد، هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد. پیروز آمد، پیروز آمد، جانانه من در خانه من فرخنده چون نوروز آمد. تازه تری در صحن چمن بس جلوه گری آداری، با خاره گل که هم نفسی چون بوی گلی در سینه گل جا داری. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آز نو برپا شد. هم وصلی و هم هجرانی، عشق و امید دل جانی. دل مهر و وفا میخواهد، دیوانه چه ها میخواهد، دردم را دانم که ندانی. داری گل و می را با هم منت، تو گل و می خواهم گیرا می جوید غافل که خطا، می جوید می خواهد دان را که نداری. بردی تو صفای گلها بازار که به پای گلها سر در دامانت بگذارم. گیرم با روی تو ساغر گیرم، رویت باشد صبح بارم. جهان زیبا شد، بلبل چمن آرا شد، در ایران جشن گل آز نو برپا شد. نوروز آمد، نوروز آمد، هم خنده وی هم نغمه نی گوید که چه پیروز آمد.
درود بر شما. مرضیه هم خواهیم شنید، مطمئن باشید. الهه رو هم و همه رو. یه برنامه داشتم من در رادیو، رادیو سرتاسری. شیرخان عزیزم رئیس آرشیو، درود بهش میفرستم. محمد عزیزم سلام. در آرشیوی ها میگشت و فکر کنید روزی 10-12 تا ترانه نوروزی بهار، بعد من گفتارشو مینوشتم و میخوندم میگفتم. 13 روز اینو پخش میکردیم. خود این یک کلکسیون بسیار قشنگ بود، بسیار قشنگ بود. و ای کاش شیرخان بود یه بار دیگه با همین کارو میکردیم. برای اینکه این آقا مصطفی رو یه خود بهتر بشناسید، خب میشناسین خیلیاتون، ولی بذارین یه دور حرفاشو یه تیکه با هم گوش بدیم تا من برم سر اصل مطلب. یکی از این شنونده های من که خیلی بینندگان و منو دوست داره، لطف داره، که واقعا قصه گوی خوبی هستی. بعضی مسائل رو باید به صورت قصه باز گفت تا آدم قشنگ عمقش رو متوجه بشه. یه خود گوش بدیم به حرفای این آقا مصطفی، ببینیم نگاهش چجوریه، حرف زدنش چجوریه، ببینیم با تحفه آرادان چه تفاوتهایی داره. نگاه میکنیم. 58. در سال 58 یادتون باشه دولت موقت سقوط میکنه. چرا؟ برای اینکه در 13 آبان لانه جاسوسی تسخیر میشه. تسخیر میشه. و مرحوم مهندس بازرگان استعفا میده در 14 آبان. خب اون موقع من همکاری میکردم با دولت موقت به عنوان اینکه مسائلی که برمیگشت به انتخابات و همه پرسی قانون اساسی که بعدش در شهریور ماه انجام گرفت به خوبی انجام بگیره، در همین حد بود. و بالاخره رسیدگی به مشکلاتی که از لحاظ ضد انقلابی پدید می اومد و باید حل و فصل میشد. اما وقتی که دولت موقت سقوط کرد چی پیش اومد؟ شورای انقلاب تصمیم گیری میکنه که خودش دولتی رو انتخاب بکنه و اعضای شورای انقلاب بعضا خودشون میشن جزء سرپرستان وزارتخونه ها، از جمله آیت الله هاشمی رفسنجانی سرپرستی وزارت کشور رو به عهده میگیرن. خب طبیعی است که اون موقع از من استفاده بکنم به عنوان معاون سیاسی اجتماعی وزارت کشور. من اون موقع است که به طور رسمی وارد وزارت کشور میشم. در شرایطی وارد وزارت کشور میشم که مشکلات متعدد این طرف اون طرف هست و ما تازه بریم. با همین چهار تا جمله چند تا زبلی کرد. هاشمی هنوز زنده بود. یک، با ذکر مرحوم مهندس بازرگان اینجوری القا کرد که به مرحوم مهندس بازرگان احترام میگذاشت. آیت الله هاشمی عنوان کرد، مردی که در مرگش رهبر میگه حجت الاسلام او یادش بود، در زندگیش بگوید آیت الله. آیت الله سرپرست وزارت کشور شد، منو برد اونجا، یعنی من از مردان آیت الله بودم. در ادامه این نشان میدهد که نشان از دو کس دارد این طاهر ذوالیمینین، با دو دست شمشیر میزنه در خدمت آقای خامنه ای از قلب و روح و جان و در خدمت قدرت مسلط. یه روز خمینی است، یه روز رفسنجانی. حالا داستان چیه؟ ببینید، تحفه آرادان راش ندادن به بازی. یه لولو دیگه به نام حمید بقایی که خود تحفه آرادان اگه مگس وزن باشه، این پشه وزنه، او رو آوردن وسط میدون. حالا فکر کن بقایی میخواد با روحانی به جنگه، گوین که احمدی نژاد آمد به کمک امدادهای غیبی بر هاشمی رفسنجانی پیروز شد، بر کروبی پیروز شد. امدادهای غیبی ممکنه به کمک این بیاد، اما ملت ما دیگه ملت سال 84 نیست، اینو یادتون باشه. آقا چیکار کنیم؟ 20 تا انتخاب کردیم، اینا رو هی بالا میندازیم پایین میندازیم، مگه ذوالقدر رو مردم میرن بهش رأی میدن؟ محسن رضایی خب خیلی خودشو بکشه 1,000,000 رأی میاره. قالیباف لازمش داریم، خراب نذاریم بشه. چیکار کنیم؟ این آدم های دیگر رو ما ردیف میکنیم، باز آقای میزلی اکبرخان طبیب حضور بیاد، غلام جان نثار حداد عادل بیاد، که چی؟ مردم اینا رو اصلا اعتباری براشون قائل نیستن.
علی آقا لاریجانی چی؟ اون زبلتر از این حرف هاست. اون با روحانی سرشاخ نمیشه، میذاره 4 سال دیگه میاد که قطعی بدونه که انتخاب مجلس جاده صاف کنه ریاست جمهوری است دیگه. اتفاقاتی که افتاد، خاتمی در واقع سنت رو شکست، راه رو شکست، کروبی هم داشت میمد، بازی رو به هم زدن که نیاد. به هر روی چیکار بکنیم؟ روزی که احمدی نژاد رو علم کردن، قبلش قرار بود طهماسب به مظاهری بیاد. همه این زمین ها رو چیده بودن. یه کارشناس اقتصاد آگاه، روشن، با پول و حساب کتاب سر و کار داشت. البته طیب نیا نبود، مشکلات و آلودگی ها زیاد داشت، ولی به هر حال میخواستن اون رو علم کنه. حالا در آخرین لحظات چی شد در اون هفته های آخر که توفه آرادان رو گفتن بهتره، شاید چون وقاحت بیشتری داشت، الانم هی نشستن فکر کردن، شورا پشت شورا، جلسه پشت جلسه، کمیته پشت کمیته، نمیدونم اصولگرایان ذوب شده در ولایت اولی، اصولگرایان ذوب شده در ولایت دومی، اصولگرایان آب شده در هر دو تا ولایت، خلاصه همه اینا نشستن بالا پایین 21 تحفه رو انتخاب کردن. اما این تحفه ها قابل فروش نیستن، لبوی بیمزه سنگن، پختم نیستن بشه خوردشون. یه وقت از دارم مثلا آقای طه هاشمیه، مرسا الویریه، شیرینن، میشه تحملشون کرد، ولی اینا رو تحمل نمیشه که شما احمد خاتمی رو در هر کله پزی 3 روزم بپزینش قابل پختن خوردن نیست. بعد یه گلم الان استقلال زد دقیقه 37. شاد استقلالیا، ما منتظر دومیش هستیم. باری یه دفعه آقا مصطفی صدا شد، آب نمک رو زود خالی کردن، پاش آقا مصطفی، آقا مصطفی را افتاد. حالا آقا مصطفی در این بازی بازنده است. آقا مصطفی هم فقط یه بار شانس داره بیاد تو صحنه، مثل آقای محسن رضایی نیست کتابشو بزن زیر بغل را بیفته، نه، یه بار. چرا میارنش؟ به جهت این دارن میارنش که دارن ارزیابی میکنن، اگر توپخانه تخریب موفق شد روحانی رو در حدی تخریب بکنه که احساس بکنه شاخکای خوب دارن، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه قشنگ دارن کار میکنن، اگه احساس بکنن روحانی 50-50، احساس بکنن روحانی به دور دوم میره، میرسلیم باد خواهد شد. چنان بادش میکنن که فیل تمام فضای شهرداری رو پر کنه. یه وقتی دو تا ما در واقع کلاب داشتیم تو شهر تهران، یکی بوت کلاب بود یا بوت کلاب که بوت کلاب بهش میگفتن، کافه شهر داریم، قایق بود توش، تیر میزدی و عروسک بود، توپ مینداختی زمین، همین چیزا که کارنوالا و اینایی که تو خارج میبینیم اون زمان تو تهران هم بود. کافه شهر داری غذای عالی هم داشت. یادم اولین بار 7-8 سالم بود، ویمپی رو اونجا خوردم. حاج امینی ویمپی رو آورده بود توی شمرون، مغازه ویمپی رو زده بود اونجا هم میفروخت ویمپی. پسراش هم مرسی ایران هم کلاس من بودن، محمد یادش بخیر. بله اونجا فیل هوا میکردن، فیل آقا مصطفی هم باید یه همچی جایی هوا بشه. میمونیم منتظر، یقش رو گرفتم، داستان رو براتون تا حدودی گفتم، بقیهش هم خواهم. یونیسف سال گذشته رو مرگبارترین سال برای کودکان خوانده، برای کودکان در جنگ سوریه. این همه جنگ شده، از قحطی شده، بیافرا شده، سودان شده، جاهای دیگه، هیچ وقت به کودکان این همه ظلم نشد
که رژیم آدمکش بعثی سوریه به کودکان ظلم میکنه. شما ببینید بمب بشکه‌ای رو از اون بالا که میندازه تمام توش غیر و مواد منفجره و آتشه. این بچه های دستگل چجوری آتیش میگیرن؟ مواد شیمیایی رو سرشون میریزه و دولت جمهوری اسلامی به کمکش میره، یاری بهش میرسونه. حسن نصرالله جنایتکار به یاریش میره. جبهه ممانعت، اسرائیل مثل آب خوردن میاد هر جا بخواد میزنه. باز داشتن برای حزب الله اسلحه میبردن تغذر، هیچ کاری هم نمیتونن بکنه، هیچ کاری نمیتونن بکنه. اسرائیل گفتم آقای ترامپ که قرار بود سفارت آمریکا رو ببره به بیت المقدس، کار نشدنی، زنگ زد به ابو مازن. او نیز در برابر اعتبار این مرصد تعظیم فرود آورد، زنگ زد بهش، دعوتش کرد به واشنگتن. آقای پرزیدنت ابو مازن، تشریف بیارید واشنگتن با هم گفتگو کنیم در رابطه با دو دولت. دیگه آقای ترامپ میگه یه دولت دو، نه، در رابطه با دو دولت. خوشحالم از اینم. برگردم به سوریه. کنفرانس آستانه حاضر نشد اپوزیسیون بره. اپوزیسیون گفت مبدا ما ژنوه، ما به ژنو میایم. در ژنو قرارمدارای گذاشتیم، ژنو 3 و 4 و 5 قرارمدار گذاشتیم که مقدمه تشکیل دولت ائتلافی باشه. حتی آقای دیمیستورا اینو گفت. دیمیستورا در مصاحبه با تلالرهاش خبرنگار العربیه در واشنگتن، در نیویورک اعلام کرد اسد اهل انتخابات نیست، باید بهش تحمیل کنیم. امیدوارم موفق بشن این جنایتکار رو بفرستن بر دست اون جنایتکارهای دیگهی که در این سالها شرشون از سر ملتاشون کنده شد. گوین که در بعضی جاها مثل لیبی یا عراق نتیجه فوری عالی نبوده، اونم به خاطر دخالتهای جمهوری اسلامی، دخالت دولت عظمای قطر، دولت عظمای رجب طیب، این مشکلات در اون جاها به وجود اومده. ولی در نهایت این ملت‌ها حقوق خود رو به دست خواهند آورد، این ملت‌ها به دموکراسی خواهند رسید. آقای رجب طیب اردوغان، دیروز گوش می‌کردم به گفته‌های یک کارشناس ترک از استانبول، مصاحبه می‌کرد با تلویزیون الحدث و اونجا می‌گفت، گفت آقا این بازیایی که این درمیاری هوچی بازی‌ها، چه لزومی داشت وزیر خارجه رو بفرسته هلند؟ هلند فردا انتخابات داره، حزب دست راستی داره با اشاره به مهاجرین مسلمان مردم میکشونه به سوی خودش. الان هم آقای چاوشوغلو میرفت اونجا سخنرانی میکرد، ترکا الله اکبر غیره میکشیدن، تحریک میکردن و به نفع دست را. من مصلحت کشورم میخوام راش ندم. خانم وزیر با چالقدر نمیخوام بیاد هلند. آقای اردوغان اگه اسخای بالاتر از اسخای انتقام میگیم چی کار میکنی؟ ماستتو نمیفرستی؟ خود هلند انقدر ماست و دوغ و کره داره زیادی میاره. خورید اون ترکایی که اونجا هستن عرض دارن میفرستن به کشور، چی کار میخوای بکنی؟ این کشور کوچک هلند آدم ترین کشور اروپاست، انسانی ترین کشور اروپاست، از هر ملیتی اونجا در نهایت آزادی. رفقای خودم طاهری اونجاست، میدونم دونه دونه، بزرگ خضرایی اونجاست، هنرش اعتبار داره، ارزش داره. یک کشور به این نازنینی چرا باشه این رفتار میشه؟ چون رجب طیب اردوغان خواب امپراتوری میبینه، چون نگرانه مبادا در داخل ترکیه رأی اکثریت نره، این 6-7 میلیون ترکی که خارجن اینا رو تحریک کنه و رأیشون رو به دست بیاره. اهل بیت رو راهی کرده، پسرش یه ور، وزیرش یه ور، اون یکیش یه ور، برن مردم رو دعوت کنن، تحریک کنن مردم رو، احساسات ملی و اسلامی رو به جوش بیارن. کار پوپولیستی احمدی نژادی. حالا این کروات میزنه خود خوشتیپتره، زنش هم لباس آخری مدل دیو رو میپوشه با اون چارقدای مخصوص خرم بانوی عثمانی. در هر حال این بازی آقای اردوغان بازی بسیار زشت و آلوده است و به نظر من به جایی هم نخواهد رسید. در عراق
چند اتفاق تلخ افتاد. اولا دو سه تا اتوبوس حامل زائران عراقی که به زینبیه رفته بودن توسط دو تا انتحاری منفجر شد، 40-50 تا آدم بیچاره کشته شد. آقا خودت این همه عتبات مقدس داری، از دو طفلان مسلم داری تا جعفر طیار، نمیدونم از امام حسین داری تا حضرت علی، ابوالفضل عباس داری تا ابوبکر بن علی، ابوبکر پسر حضرت علی، همه اینا رو داری اونجا. بعد پاشی بری حالا سوریه، دو تا دشتی پول مثل این زائره که بلند میشه از اون سر خراسان میکوبه، با بدبختی خودشو به کربلا میرسونه، اونجا بیماری آنفولانزا میگیره، برمیگرده میمیره. بعدم خانوادهش میگن خوشا به سعادتش. آقا 45 سالش بوده، چی خوشا به سعادتش؟ اگر به این سفر نمیرفت نمیمرد. در موصل واقعا دارن با شجاعت میجنگن عراقیا. آدم حالا میبینه فرماندهی یعنی چی. یه وقت نوری المالکی خائنه، 14,000 نیروی ارتشی رو میگه بیایم بیرون، 1,700 تا ارتشی رو تو پایگاه اسپایکر به کشتن میده، و یه وقت حیدر عبادیه و افسرای بلند پایه آدم حسابی تحصیل کرده که دارن میرن جلو، پیشمرگه های کردن چقدر خوب میجنگن. خوشحالم بقیه موسلم داره آزاد میشه. مردمی که میان تعریف میکنن چه مصیبتی در این دو سه ساله بر اونا گذشته، چه رنج هایی کشیدن، بعضیشون اصلا حرف نمیتونن بزنن، سر تا پا اشک و دردن، نگاه میکنن میبینه. حسام الدین آشنا معرف حضورتون هست. آقای دکتر حسام الدین آشنا از بچه های تحصیل کرده روشن و آگاهه. مشکلش اینه که پدرزنش قربان علی ماسمند نجف آبادی است، قربان علی درزی، قاتل قطعه زنجیره‌ای فصل پایان قربان علی درزی بود. به گفته موسوی نژاد تو زمین فوتبال اومده بود، میگه پس چرا نمیریم فرو قرار دخلشون رو بیاریم، چرا نمیرین زودتر؟ اتوبوسی که به در خواستن بندازن ناراحت بود که چرا موفق نشدیم. این مشکل حسام الدین آشنا اینه، ولی خودش آدم فهمیده. یه توییتر نوشته به سید ابراهیم رئیسی. سید ابراهیم رئیسی خیلی دورورش داشته، خود رو رهبر آینده میبینه، نمیدونه مرده این ملت هم نمیگذارن اون رهبر بشه، مرده ملت، خاکستر ملت. یه جنایتکاری مثل او رو که حداقل امضا زیر 4300 تا حکم اعدام هست، کسی به او اجازه نمیده رهبر بشه. آشنا بهش نوشته که از گذشته درس بگیرید، قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار ندهید. بدون که اسمشو بیاره گفته شایسته نیست احترام آستان قدس رضوی را به کارزار سخت و تلخ انتخابات بکشانیم. مصلحت نیست قاضی را در معرض قضاوت عمومی قرار دهیم. از گذشته درس عبرت بگیریم، یعنی از اون گذشته سیاهت، از اون گذشته آدم کشیهات درس عبرت بگیر مرد. سید ابراهیم هم خیلی هم تو آب نمک نخوابیده بود، چون ماشاءالله خودش نمک خالصه. آدم که پدرزنی مثل علم الهدا داشته باشه دیگه اوضاعش معلومه چی کار است. این که فرستادنش به خراسان یه برنامه حساب شده. بعد از انتخابات سال 88 وقتی مهدی کروبی در مورد آزار بازار شدگان در کهریزک و تجاوز به اونها سخن گفت، به عنوان یکی از اعضای هیئت 3 نفره مسئول بررسی شد، گفت گرگ و مأمور کردن ببینه گرگ چجوری بره رو دریده. ایشون رفت و اومد گفت نخیر، اونو دروغ بود، حرفای کروبی حد که حرمت نظام بود. سید ابراهیم گفت و خدا رحمت کنه مرحوم آقای منتظری رو که این جانورها رو برای مردم پیش از اون که اینا به این مکان و مرتبت برسن
مرحوم منتظری دست اینا رو کرد، خدا رحمتش کنه، مرد نازنی با وجدان خودش سر سازگاری داشت و هیچ نوع مشکلی با وجدان. یه خبر دیگه هم دیدم خیلی جالب، امریکایی‌ها ذره ذره اومدن تو عراق درگیر شدن، الان باز 1000 تا نیرو تو انبار فرستادن، وسایل و تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته، 400 نفر در منبج در سوریه فرستادن، به ترک‌ها گفتن بیرون، فکر نکنیم ما میذاریم کردها رو بیایی بکشیم، از این خبرها نیست. بله فردا شب دلم میخواد یه چهارشنبه سوری بگیرید تاریخی، حالا فردا هم در خدمتتون خواهم بود، ولی یه کاری کنین بچه هاتون منفجر نشه ترقه تو دستشون، قشنگ زیبا از رو آتیش بپرید، بازی کنید، شادی کنید، ولی حواستون جمع باشه. من برادرم چهارشنبه سوری اول بعد از انقلاب اصلا این ترقه اینا داشت، توی شکمش، توی جیبش ترکید، توی جیب کاپشنش، چه مصیبتی داشتیم تا بام دادم. باری حواستون جمع باشه، برگزار کنید با شادی، داستان اردبیل تکرار نشه که خیلی افسرده شدم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود و این آتش اهورایی فراتر و فراتر. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. عیدی بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تنده ماهی دودی وسط سمره نا، بوی یاسم جانمازه ترمه مادر بزرگ، با اینا زمست دونو سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم، شادی شکستن قلک پول، وحشت چپ شدن سکه ای از شمردن زیاد، بوی اسکناس تا نخورده یه دای کتاب، با اینا زمستون رو سر می کنم، با اینا خستگی مدر می کنم. فکر پاشو زدن یه دختر چادر سیاه، شوق یه خیز بلند از روی پرتهای نور، برق کفش جب شده تو گنجه ها، با اینا زمست دونو سر می کنم، با اینا
خستگی مدر می کنم به یک ستاره ساختن با دلک ترس ناتمون گذاشتن جنیمه های عید مدرسه بوی گل محمدی که خوش شده لای کتاب با اینا زمستون رو سر می کنم با اینا خستگیم رو در می کنم بوی باغچه بوی حوض عطر خوب نظری شب جمعه هی فانوس توی کوچه گم شدن توی جوی لاجوردی حوصه یه آب تنی با اینا زمستون رو سر می کنم با اینا خستگی مدر می کنم با اینا زمستون